از لحظه فوت دانشمند عزیزمون فیروز نادری تا واکنش شاهزاده رضا پهلوی و واکنش چهره‌های مطرح و حتی علت فوت این دانشمند عزیزمون همه در این ویدیو، فقط مرامی سابسکرایب کن یا همون مشترک شدن زنگوله رو بزن یه دکمه است. متاسفانه فیروز نادری درگذشت. فیروز نادری زاده 5 فروردین 1325 بود. معاون پیشین مدیر کل تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیشرانش جت در ناسا و مدیر کل اکتشافات منظومه شمسی بود. حتی یک سیارک در منظومه شمسی به نام فیروز نادری عزیز نامگذاری شده. اون واکنشا و حتی لحظه‌ای که این اتفاق هم رخ داده و آخرین عکس از فیروز نادری عزیز هم در اینترنت پخش شده واسه شما میذارم. ولی صبر کنید، قبلش یه چیزی بهتون بگم. این دانشمند عزیز در 5 فروردین 1325 در شهر شیراز به دنیا اومد. اصالتاً از طایفه درشوری، یکی از طایفه‌های ایل قشقاییه. اون تحصیلات متوسطه خودش رو در ایران به اتمام رسوند و پس از اون به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و تحصیلات دانشگاهی خودش رو در رشته مهندسی برق پی گرفت. حتی دوره کارشناسی خودش رو در دانشگاه ایالتی آیووا و کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو در سالهای 1972 و 1976 در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به اتمام رسوند. حالا میریم سراغ واکنش‌ها و حتی واکنش شاهزاده پهلوی. ولی بذارید اینجا هم بگم که نادری پس از پایان تحصیل به ایران بازگشت و ضمن گذروندن خدمت سربازی مدتی در مرکز سنجش از دور ایران فعالیت کرد. به واکنش شاهزاده رضا پهلوی میرسیم، ولی اینجا واکنش مازیار فلاحی رو داریم میبینیم که نوشت همچین چیزی رو و میریم سراغ اون لحظه‌ای که متاسفانه این اتفاق رخ داده و حتی واکنش‌های مهمتر. این اینستاگرامو که باز کردم اصلا قوقا شده واسه مرگ این عزیز، برای مرگ دانشمند با ارزش کشورمون، برای این دانشمند عزیز در کامنت‌ها چیزی بنویسید. اینم واکنش سینا ولی الله که دارین مشاهده میکنید، واکنش های مهمتر، واکنش شاهزاده رضا پهلوی و غیره هم هست، واکنش پیج های مطرح دیگه و پیج های علمی هم داریم میبینیم. و بریم سراغ یه توضیح کوتاه و بعد بریم سراغ واکنش های مهمتر و اون لحظه ای که این اتفاق افتاد. دانشمند فیروز نادری عزیز وی در مدت همکاری خود با ناسا مشاغل فنی و مدیریتی متعددی رو در زمینه ماهواره های مخابراتی متحرک، رادارهای سنجش از دور، رصدخانه های تحقیقاتی اختر فیزیک، اکتشاف مریخ و سایر اجرام منظومه شمسی بر عهده داشت. نادری از سال 1996 مدیر برنامه منشأ حیات ناسا بود. وی در سال 1976 به JPL پیوست و به عنوان مدیر آزمایش‌های پروازی علوم فضا و مدیر طرح پراکندگی سنجی و در ناسا به کار پرداخت. علاوه بر اینها وی در مرکز مدیریت ناسا سرپرستی برنامه فناوری ارتباطات پیشرفته ماهواره‌ای رو بر عهده داشت و در JPL نیز مدیر برنامه ماهواره‌های متحرک. خلاصه بخوام بگم داخل ناسا خیلی مقام‌های بالایی داشت و البته چند وقت پیش یک خبر خیلی بد در رابطه با دانشمند فیروز نادری عزیز شنیدیم. چند وقت پیش عکسی از آقای فیروز نادری در بیمارستان منتشر شد که در اون عکس نشون میداد که وی به خاطر یک حادثه از گردن به پایین متاسفانه فلج شده و همین اتفاق، چون که سن اون 77 سال بود، احتمالاً باعث مرگ این فرد شده و متاسفانه دانشمند فیروز نادری عزیز از بین ما پرکشید. در خبرگزاری ها نوشته فیروز نادری دانشمند ایرانی ناسا درگذشت و این خبر رو دقایقی قبل خواهرزاده دکتر فیروز نادری در صفحه شخصیش اعلام کرد و باعث شد حسابی مردم ایران از این خبر ناگوار و ناگهانی ناراحت بشن. فضای توییتر هم حسابی برای فیروز نادری عزیز قوقا شده و همه افراد معروف دارن متن می نویسن. مثلا اتاق خبر من و تو نوشت دکتر فیروز نادری دانشمند ایرانی در 77 سالگی درگذشت. اون که معاون پیشین مدیر کل آزمایش پیشرانش جت در ناسا بود، تونست پس از تصدی پست مدیریت برنامه های اکتشافات منظومه شمسی 3 ماموریت مهم از جمله پرتاب 2 کاوشگر مریخ نورد روح و فرصت رو با موفقیت به انجام برسونه. کاوشگرهای معروف در کل دنیا. و همینجوری که دارید میبینید، اینم صفحه فیروز نادری عزیز در توییتر که الان صفحهش مونده و خودش متاسفانه نیست. نکته که بهش توجه نشد پیج ناسا بود.
پیج ناسا تا به این لحظه واکنشی به مرگ دانشمند عزیز ما فیروز نادری نداشته و در نوبه خودش عجیب غریبه. حتی پیجایی که فالو کرده بود رو هم چک کردم، فضانوردا و حتی پیجای مطرح دیگه ناسا اونا هم نذاشته بودن. با 93 میلیون فالوور واقعا عجیبه، ولی خب شاید در ساعت‌های آینده بذاره. تا به این لحظه پیج ناسا واکنش نشون نداده، ولی کامنتاشو ببینید مردم ایران داخل کامنتا چیکار کردن. ولی به اون فیلم‌ها و اون لحظات مهمتر میرسیم. تا انتها همراه ما باشید، عجله نکنید، ولی بریم حالا کامنت ملت همیشه در صحنه در پیج ناسا رو ببینیم که واقعا هم حق دارن. بریم با هم دیگه کامنت ها رو ببینیم. مثلا کاربری نوشته فیروز نادری فوت شد، دریغ از یک تسلیت، اینو فرهنگ غرب، اما از دست فلان و بینمک آقای نادری در کشور کهکشان ها. ببینم در نمیخواد حرف درستی نیست، چه ربی داره، شاید در ساعت آینده بذاره. مثلا یه نفر نوشت هشتگ نادری، یا یه نفر نوشت تسلیت فیروز نادری دانشمند ایرانی در بامداد جمعه درگذشت، و هزار تا از این متن ها که دیگه بعد خودتون برید ببینید. ببینم عکسی از جوونی های این دانشمند عزیز کشورمونه که دارید مشاهده میکنید. و بریم سراغ اخبار مهمتر و واکنش شاهزاده رضا پهلوی که اینجا بهتون میگم. اینجا داریم احسان کرمی عزیز که در اعتراضات با مردم همراه شد و رفت خارج از کشورم، داریم مشاهده میکنیم که برای دانشمند فیروز نادری عزیز یک استوری نوشت و نوشت روانش شد و افسوس و دریغ. و این هم وضعیت این اینستاگرام بعد از کلن چند دقیقه که خبر فوت این دانشمند عزیز ما یه جورایی اومد که فضای اینستاگرام پر شده از یه جورایی فوت این عزیز. واکنش شاهزاده رضا پهلوی برای درگذشت فیروز نادری اینجوری بود که نوشته: از خبر درگذشت جناب فیروز نادری بسیار متاثر و غمگین شدم. دکتر نادری از مفاخر علمی ایران بود که خدمات شایانی به جهان دانش و تکنولوژی کرد. او ایران رو دوست داشت و تا آخرین روزهای زندگی پربارش به دنبال راهی برای کمک به هم میهناش بود. تلاش های فیروز نادری برای رسوندن اینترنت ماهواره‌ای به جوانان ایرانی در اوج انقلاب ملی ایران هرگز از یادها نمی رود. فقدان این دانشمند به نام کشورمون رو به ملت ایران و به ویژه خانواده و دوستدارانش تسلیت می کنیم. یادش گرامی و نامش همیشگی. این هم عکسیه که خود شاهزاده رضا پهلوی با این عزیز، یعنی دانشمند عزیز ما، گذاشته و منتشر کرده که در نوبه خودش عکسی ماندگار و تاریخی. این هم عکس دانشمند فیروز نادری در کنار فرح که داره یک هدیه رو به اون میده که در نوبه خودش عکس جالب و ماندگاری. البته یه عکس عجیب غریب‌تر و جالب‌تر هم هست که آقای فیروز نادری در مراسم اسکار بودن که وقتی که آقای اسکار فرهادی اسکار گرفتن، آقای اسکار فرهادی به خاطر این اتفاقات که نمیشد مثلا در خارج از کشور مثلا ایرانی ها ویزا بهشون نمیدن و بیان، نرفت اون مراسم، که آقای فیروز نادری اومد و به جای اسکار فرهادی اون جایزه اسکار رو دریافت کرد. و اینم عکسی از اون مراسم. البته اینم از وضعیت شبکه خبر، دانشمند عزیزمون یه جورایی از بین ما رفته و شبکه خبر داره راجع به اخبارهای دیگه صحبت میکنه که نه واقعا یه مقدار بیمهری و نامردیه در حق این دانشمند. البته تا این ساعت که من ندیدم زیرنویسی بذاره. اگه شما دیدید یا مشاهده کردید حتما در کامنت ها بگید، حتما در کامنت ها چیزی برای این دانشمند عزیزمون بنویسید و بنویسید که چقدر شما ناراحت شدید. امیدوارم دیگه از این اتفاقها برای هیچ کدوم از دانشمندهای عزیز کشورمون و افراد ارزشمند کشورمون نیفته. اینترنت هم گفته شده این هم آخرین عکس از لحظات آخر دانشمند عزیزمون فیروز نادریه. امیدوارم روحش در آرامش باشه.